خودشیفته ها میتونن آدم های خیلی خطرناکی باشن. افرادی که فکر میکنن بهترینن. هر تصمیمشون درسته و هر کاری بکنن بابتش مجازات نمیشن. پرونده امروز ماجرای یکی از این آدم هاست. با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به فیکشن خوش اومدید اگر این اولین باره که سراغ ما اومدید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارشم از ویدیو هامون با خبر بشید یادتونم نره اگر این ویدیو رو میبینید حتما لایکش بکنید چون لایک های شما یک دنیا به ما کمک میکنه پرونده امروز یک مقداری با پرونده های دیگمون فرق داره من قبلا هم پرونده های متفاوت کار کرده بودم خیلی هاتون هم استقبال کرده بودید و به خاطر همین من یک بار دیگه اومدم سراغ این پرونده حقیقتش زمانی که این پرونده اتفاق افتاد و خبرش اومد بیرون من خودم توی فیسبوک خبر رو خوندم و برام خیلی جالب بود اون زمان نه به این شکل کار پرونده جنایی می کردم نه خیلی آشنا بودم با این فضا ولی همیشه گوشه ذهنم بود که یک روزی برم و ماجرای اتفاقات این پرونده رو کامل بخونم چند وقت پیش خیلی تصادفی دوباره به اسم آدم های این پرونده خوردم و باعث شد که انتخابش بکنم برای اینکه با شما هم در میونش بذارم شخصیتی که قرار توی این پرونده باهاش آشنا بشیم یک آقای بسم ریچارد بریتین در انگلستان زندگی میکنه و جزو اون آدمهای نیمه معروف زمان خودش بوده قبل از اینکه 20 سالش بشه چندین بار شرکت میکنه توی مسابقات تلویزیونی مختلف و توی مسابقات خیلی هم خوب عمل میکنه مسابقات یک مجموعه بوده که ارتباط داشته با حافظه، اعداد، کارای این شکلی کانت داون اسمش رو نوشته بودن که یکی از مسابقاتی بوده که شرکت میکنه خیلی هم خوب توی مسابقه عمل میکنه انقدر خوب بوده که بهش 20 جلد یک دیکشنری هدیه میدن یک لغتنامه هدیه میدن و با افتخار این رو میگیره همیشه میذاشته توی کتاب خونه ی خونش یک هم میگذره توی یک مسابقه دیگری شرکت میکنه توی این مسابقه هم به نسبت خوب عمل میکنه جایزه رو میبره 1500 پوند برنده میشه و خیلی خیلی افتخار میکرده به چیزی که هست خیلی از این آدمایی بوده که خودش رو یه لول بالاتر از بقیه میدیده یک مقدار زیادی خودشیفته بوده فکر میکرده که بهتر از بقیه است به خاطر اینکه در استفاده از اعداد توانایی داشته فکر میکرده که خب همه چیز براش رو به راه دیگه اون اوایل که تازه یکم از برگزاری و مسابقه تلویزیونی گذشته بوده به نسبت آدم ها میشناختنش با حاجی سلام علیکی میکردن یک احترام نسبی داشته توی جامعه ولی یک مدتی که میگذره این احترامه کمتر میشه و این برای اینکه دوباره توی چشم باشه توی یک مسابقه دیگه ای شرکت میکنه و بعد از این که دیگه میدونسته قرار نیست توی هیچ مسابقه ای شرکت بکنه میاد یک کار دیگه ای می میکنه میاد یک کانال یوتیوب میزنه و توی این کانالش شروع میکنه صحبت کردن راجع به اتفاقاتی که توی مسابقات افتاده بود یکم از این حالت افشاگری اولش میگه که همه مجریا از من بدشون میاد به خاطر اینکه هیچ کدوم با لبخند به من نگاه نمی کنن. بعدش میگه که از من نخواهید که راجع به پشت صحنه یه برنامه چیزی بگم یه چشمکی هم میزنه و بعد شروع میکنه یک ماجرایی رو تعریف کردن که مربوط میشده به ارتباط این آدم یعنی ریچارد با یک خانومی به اسم کارول وردرمن این خانوم کارول کارول وردرمن اگه تلفظ اسمش رو درست بگم یک مجری بسیار مشهور چندین و چند برنامه تلویزیونی داشته سال 2000 از خود ملکه هدیه گرفته صداگذار سال هاست که یک چهره تلویزیونی موفقه شروع میکنه یک ماجرایی رو تعریف کردن که آره توی اتاق گیریم یک اتفاقی افتاده حالا من جزئیات رو نمیتونم بگم و مربوط میشد به من و این خانم و این خانم من خوشش میومد و اینها انقدر قضیه رو پیازداغش رو زیاد میکنه به قول خودمون که این خانومه یک واکنشی میده و در مثلا جواب یک خبرنگاری میگی که این حرفای بی اساس رو در مورد اتاق گیریم و پشت صحنه اینها باور نکنید مثلا نمیدونم که این حرفها از کجا اومده خب وقتی که این واکنش های تند رو داشته وقتی بیکار می شده می شسته و توی اینترنت اسم خودش رو سرچ می کرده. دنبال اسم خودش می گشته و ببینه که مثلا مردم زیر ویدیوها چه نظری گذاشتن راجبش چی توییت کردن چی در موردش گفتن همه اینها باعث می شده که یک مجموعی از واکنش ها رو ببینه خب یه سری از این خوششون میومده، نظرشون مثبت بوده یه سری از این آدم خوششون نمی اومده و کامنت منفی میذاشتن این کامنت های منفی باعث می شده که این خیلی تند بهشون واکنش نشون بده من میتونم تا حدی این رو بفهمم یه موقع های ما هم کامنت های خیلی منفی می گیریم مثلا این شکلی که این طرف رسما داره به ما فوش میده یا از ریخت و قیافه من خوشش نمیاد و اون لحظه یک حالتی از بین اینکه که عصبانی بشم یا نشم ولی در نهایت میگیم که خب عصبانیت که فایده نداره حالا اون آدم از من خوشش نمیاد دیگه خب میتونه من رو نبینه اما ریچارد این شکلی نبوده به نظرش هر کس که باهاش مخالف بوده یا از این خوشش نمی اومده خیلی آدم سطح پایینی بوده لایق این بوده که هرچی ریشاد از دهنش در میاد بهش بگه و خیلی همین کار رو تکرار میکرده کم کم به این فکر میفته که خب من با بگردم دنبال کار دیگه الان 20 سالمه خب این شکلی که فایده نداره از کجا در بیارم از کجا هزینه زندگیم رو تامین بکنم میرفته سر کارهای مختلف اما برخلاف این قضیه که توی کار پیدا کردن موفق بوده به خاطر حالا اون سابقه ای که داشته توی نگه داشتن کار اصلا موفق نبوده سر یکی دو ماه با سابکارش دعواش می شده با همکاراش دعواش می شده برخورد تند می کرده خیلی باهاشون بد حرف زده و از کارش می اومده بیرون این روند هم بارها و بارها ادامه داشته و همچنان این درگیر این قضیه بوده در نهایت بعد از یک مدتی که چی کار بکنم چی کار نکنم تصمیم میگیره بره دانشگاه میگه که برم و درس بخونم تصمیم میگیره بره کمبریج و اونجا تو دانشگاه تحصیل بکنه و ادامه زندگیش رو بر اساس حالا تحصیلاتش بگذرونه اما قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه متوجه میشه که هیچ پولی نداره به خاطر همینم تصمیم میگیره که چیکار کنم خب من که خیلی حافظم خوبه خیلی هوشم خوبه خیلی ریاضیاتم خوبه میرم قمار میکنم من قماری که بر شانس بوده نبوده کاری که میکرده حقیقتش من نمیدونم اصلا چه شکلی از قماره ولی اینها شرط بندی میکنن روی سود و ضرر سهام ها روی بالا و پایین رفتن سهام ها خود سهام خریدن نیستش واقعا خود این نیستش که هی سهامی رو بخره بفروشه نمیدونم ساز و کارش چه شکلیه شروع به این کار میکنه و خیلی همون اوایلش خوب پول در می و در نهایت کمی مونده به شروع دانشگاه همه چیزش رو میبازه صفر صفر یک هفته مونده به شروع دانشگاه توی سال 2008 میفهمه که یک مسابقه قرار در ادامه ی اون مسابقه تلویزیونی که قبلا شرکت کرده بوده برگزار بشه و توی این مسابقه قرار به نوعی فینال فینالیست تمام قهرمان های دوره های مختلف قرار شرکت بکنن توی مسابقه و اینم خب داوطلب میشه. میره و اما سالها گذشته بوده دیگه نه حافظش مثل قبل بوده نه هوشش مثل قبل بوده نه حوصلش مثل قبل بوده به شکل مفتزهانه توی دور اول شکست میخوره انقدری که تبدیل به یک جوک میشه برای بقیه شرکت کننده ها. خیلی از این قضیه عصبانی بوده. دانشگاهش رو شروع میکنه اما اون عصبانیت و خشمی که با خودش آورده بوده توی دانشگاه هم تاثیر میذاره و بعد از یک مدتی از کمبریج هم اخراج میشه. میاد بیرون میگه چیکار کنم؟ میگه اصلا یه زندگی هیپیوار شروع میکنم. شروع میکنم گشتن دور انگلستان از اینجا به اونجا این کار رو هم میکنه. خیلی کولیوار شروع میکنه به زندگی کردن چادر با خودش میبرده توی کل پشتیش توی چادر میخوابیده میرفته مهمون یه کار جزئی میکرده یک پولی به دست میابرده. همین همینطوری داره زندگیش رو میگذرونه اما خب هزینه های زندگیش تعمین نمیشه یک دوره کوتاهی فریلنسری رو شروع میکنه کار از راه دور و حالا مثلا سفارش میگرفته و یک مدتی هم تولید محتوا کرده اما این کار هم براش جذاب نبوده به خاطر اینکه تولید محتوایی که می کرده و بابتش ساعتی سه پوند هم می گرفته در حقیقت کپی کردن از مقالات دیگران بوده باید مقالات دیگران رو کپی کرده و یک جوری بازنویسی می کرده که به نظر نیاد که کپی شده و حالا مثلا تشخیص داده نشه که این رو دوز دیدن ظاهر این رو عوض میکرده تا دلتون بخواد این شکلی ما تولید محتوا داریم آگوست 2011 2008 رفته بود کمبریج خیلی کوتاه اخراج شده بود الان 2011 حس میکنه که احتیاج داره که دوباره برگرده به دانشگاه میره به یک دانشگاه دیگه و توی رشته تاریخ شروع به درس خوندن میکنه برخلاف بقیه زندگی اجتماعیش که عموما آدمی بوده که دوست نداشته نمیتونسته با کسی وارد ارتباط بشه این بار توی این دانشگاه موفق عمل میکنه میتونه یه تعدادی دوست پیدا کنه یک گروه اجتماعی برای خودش تشکیل بده میشستن با همدیگه بازی میکردن پوکر بازی میکردن تلویزیون میدیدن این رو میشناختن یه تعدادیشون به عنوان شرکت کننده یک برنامه تلویزیونی و تا حدی احترام داشته توی سپتامبر 2012 ریچارد میره به یک بار دانشجویی که توی محوته دانشگاه بوده خیلی باری بوده که محبوب دانشجوها بوده دیگه توش استنداپ کمدی اجرا میشده موسیقی دانشجوها اجرا میشده اینا جمع میشدن اونجا دور هم دیگه اونجا نشسته بوده عموما مثلا یا با لپتاپش کار میکرده یا کتاب میخونده ولی یه دفعه که نشسته بوده پشت این پیشخونه بار متوجه یک دختر زیبایی میشه که داره بهش لبخند میزنه و این لبخند قلب ریچارد رو فشرده میکنه و توی یک نگاه عاشق این دختر میشه توی ذهنش اینجوری بوده که من الان توی دنیای استار وارس هم جنگ ستارگانم و این دختره هم پرنسس لیاست توی ذهنش این شکلی بوده که همه ی آدم ها یک لبخند فیک مصنوعی بدون ارتباط چشمی با من برقرار میکنن و این دختره این شکلی نیست حالا این دختره که بوده؟ یک خانومی بوده به اسم الا دورانت الا اون سیاسی میخونده نمیدونم واقعا مدل فارسی دیگه چی میتونم براش به کار ببرم تئاتر سیاسی میخونده یک کار پاره وقتی توی اون بار داشته و یک روزی که سر کارش بوده متوجه یک جوانی میشه که به نسبت سن و سالش بیشتر از بقیه دانشجوهایی که میان بار و به این یک لبخندی میزنه و یک ثانیه توی ذهنش هم نمیگذشته که اون آدم که اون طرف پیش نشسته داره از خنده ی این چه برداشتی میکنه و خبر نداشته که ریچارد یک دل نه دل عاشق الا الا علاقه من به اسکی بوده آدم باهوشی بوده توی انجامنهای مختلفی عضو بوده حتی یک بار وقتی که شهرداری یک تعدادی مهمون خارجی دعوت کرده بوده به عنوان نفر اول گروهی که خوش آمد میگن انتخاب شده بوده به این افرادی که مهمان شهر بودن جلو رفته بوده خوش آمد گفته بوده و واقعا دختر ساده و صمیمی بوده هیچ حسی هم نسبت به این آدم نداشته که روبروش نشسته بوده کم کم متوجه میشه که این آدمه هر روز میاد بار هر روز میاد میشینه و هیچ کاری نمیکنه مگر اینکه زل بزنه به الا و به اون نگاه بکنه خب الا فکر میکرده که هر روزه اما در حقیقت این بوده که ریچارد ساعت شیفتای الا رو پیدا کرده بوده و فقط اون زمان می اومده. بعد از یک مدتی با همدیگه گفتگو میکنن و قرار بوده که یک مسابقه ای توی بار برگزار بشه همه گروه بندی میشن خیلی شناختی به این آقا نداشته دیگه فقط میدیدتش گروه بندی میشن و خیلی ریچارد حواسش بوده که یک جور گروه رو انتخاب بکنه که بیفته توی گروه الا واقعا هم این کار رو میکنه برنده هم میشن و الا یه لحظه شکه میشه که از طرف یک آدم غریبه ای بغل شده خیلی میاد عقب اما خب چیز خاصی نمیگه ولی متوجه میشه که این آدم غریبه همون آدمیه که هر روز میاد توی بار میشینه یکم که میگذره توی فیسبوک این آقای ریچارد درخواست دوستی میده به الا برای الا خیلی چیز عجیبی نبوده خب اینها با هم دیگه بازی کرده بودن هر روز همو میدیدن توی بار سلام علیک داشتن و عادی بوده که خیلی از دانشجوها درخواست دوستی این شکلی بدن درخواست دوستیش رو قبول میکنه ولی خبر نداشته که همزمان این ریچارد داره شبکه های دیگر اجتماعی الا یعنی توییتر و اینستاگرامش رو هم چک میکنه و حواسش به اونها هم هست وسط توییت ها و پیام هایی که توی اینستاگرام بوده یه سری مطالب عاشقانه هم بوده و از اونجایی که ریچارد توی توهمات خودش زندگی می‌کرده، کاملا فکر می کرده که اینها برای اون زده شده بعد از یک مدتی بی بی سی اعلام میکنه که میخوام یک چالشی بین دانشگاه ها برگزار بکنم و یه سری تیم از دانشگاه ها بیان بالا و توی یک مسابقه ای شرکت بکنه. ریچارد میره پیش الا و میگه که ببین میدونی که من قهرمان یک برنامه مثلا مسابقه تلویزیونی ام و الا میگه که نه من نمیدونم ریچارد فکر میکنه که داره مثلا ناز میکنه و اینا میگه که نه من قبلا توی مسابقات تلویزیونی شرکت کردم الانم بی بی سی قراره بیاد بیا عضو تیم ماشو توی دانشگاه الا میگه که ببین من دانشجو اما اونقدری باهوش نیستم که توی این مسابقه شرکت بکنم میخوای از کس دیگه ای بخوای میگه که نه به هر جهت ما به زیبایی هم به اندازه باهوشی توی تیممون احتیاج داریم به نظر من یکم حرف توهینآمیزی بود ولی خب قرار میشه که همه فرمای الا رو پر بکنه و بفرسته برای این مسابقه این کار رو انجام میده و موقعی که قرار بوده که یک عکسی رو هم به این فرم اضافه بکنه به الا پیام میده توی خصوصی دایرکت میده و میگه که من میتونم مثلا فلان عکس تو بفرستم الا میگه که کدوم عکس و خیلی دقیق اشاره میکنه به یک عکس قدیمی میگه اون عکست که یه تاپ یقه بازتنت و یه رژ صورتی خیلی برراغ زدی الا اینجوریه که خب اگه فکر میکنی که باهوش به نظر میرسم تو این عکسه باشه همون رو بزن. این پیام و گفتگوی اینها تموم میشه و خیلی خوشحال بوده ریچارد که من بالاخره رفتم دایرکت این با این سر صحبت و باز کردم دیگه همه چی تموم شد و شروع میکنه فیسبوک این رو گشتن همینجور هی میومده پایین و میرفته پستای خیلی قدیمی لا رو کامنت میذاشته و لایک میکرده این کار یه ذره کار ترسناکیه برای خیلی ها ممکنه ترسناک باشه یه حس بدی میده به آدم ها که یک نفری همه جوره تو رو زیر نظر داره و در مورد اله هم همین اتفاق میفته شب که تموم میشه صبح که ریچارد بیدار میشه میبینه آنفرند شده از فیسبوک الا و الا اون رو تو انس... یعنی تو اینستاگرام و توییتر هنوز داشتتش ولی دیگه توی فیسبوک نه میره ازش حضوری میپرسه و این خیلی جدی میگه که ببین تو رفتارات خیلی عجیب و غریب بود تو آدم بدی نیستی اما به نظرم خیلی تند میری توی همه چیز و من با این کارت راحت نیستم به خاطر همین همین کار رو کردم میگه که باشه حالا با هم دوستیم و حاضری هنوز توی گروه دانشگاه بمونی میگه آره اون که سر جاشه ما دوستیم من عضو تیم دانشگاه هم هستم ولی دیگه نمیخوام مثلا توی فیسبوک دورو داشته باشم وقتی که این حرف رو میزنه اونجا ریچارد شروع میکنه ابراز علاقه کردن به الا میگه که آره من تو رو خیلی دوست دارم خیلی بهت علاقه دارم من توی یک نگاه عاشقت شدم اولین باری که تو رو دیدم همه یه دلم و باختم میخوام بقیه زندگی رو کنار تو باشم نمیدونم اون زن رویایی منی اینجا دیگه الا میبینه که نه دیگه اینجا جایی نیست که تو با این آدم دوست معمولی باشی بهش میگه که متاسفم من این احساس رو بهت ندارم متقابل نیست و حاضر نیستم دیگه توی تیم شرکت بکنم وقتی که الا از تیم میاد بیرون یک نفر رو جایگزینش میکنن اما به شکل خیلی مفتزهانه میبازن توی اون مسابقه انقدری که از مرحله مقدماتی هم بالاتر نمیرن و رویای این که من دوباره به یک قهرمان تلویزیونی تبدیل بشم تا الا رو تحت تاثیر قرار بدم کاملا از بین میره از اینجا به بعد ارتباط گفتگویی اینها با هم دیگه قطع میشه ریچارد میومده توی بار میشسته و همجوری فقط به الا ظلم میزده شما خودتون حساب کنید که چقدر حس بدی سنگینی مداوم یک نفری وقتی سر کار هستید و توی ذهنش هم موسیقی جنگ ستارگان پخش می شده و حس می کرده که داره به پرنسس لیا نگاه می کنه و من زن رویاهام رو پیدا کردم و این همون کسیه که می خوام و این کار رو ادامه میداده داده انقدر این رفتارش بد بوده که بقیه همکارای لیا بهش پیشنهاد میدن که ببین میخوای جای کارتو عوض کنی بیا برو تو آشپزخونه که نخوای دیگه این رو ببینی و جلوی چشمم نباشی به خاطر اینکه خیلی آدم الا خوش برخوردی بوده با همه خوب صحبت میکرده پشت پیش خون وای میفرستنش میفرستنش آشپزخونه ولی حتی اونجا هم آرامش نداره از اینکه این آدم الان توی رستوران حضور توی اون بار حضور داره و هنوز اونجا نشسته نزدیکای کریسمس وقتی که داشته پیاده روی میکرده یهو جلو سبز میشه راهش رو میبنده و بهش میگه که ریچارد این کار رو میکنه و به میگه که فقط میخواستم بهت بگم دوستت دارم خیلی شوکه شده است عقب بیاد مسیرش رو ادامه میده و اون روز یا فرداش الا یک پیامی میذاره توی فیسبوکش و مینویسه که فقط میخواستم بگم دوستت دارم این زمان الا خودش درگیر یک رابطه عاطفی بوده یک نفری رو دوست داشته حالا مثلا ارتباطشون خیلی ارتباط خوبی نبوده هی در کشمکش بودن ولی ریچارد فکر میکنه به خاطر جمله بندی فقط میخواستم بهت بگم کریسمس مبارک و فقط میخواستم بگم دوستت دارم حتما این رو برای ریچارد زده پس خیلی موسرانه باید عشقش رو ثابت میکرده چیکار کار میکنه؟ میره از فرمای سبتنام و مسابقه آدرس الا رو پیدا میکنه و یک کارت تبریک ولنتاین براش میفرسته این کارت رو که میبینه خیلی شوکه میشه خیلی حالش بد میشه استرس میگیره استراب میگیره حالا اون آدرس خونش رو هم داشته نمیدونسته بعد چی کار بکنه میره به مسئولین دانشگاه اطلاع میده میگه آره این آدم یک همچین رفتارایی داره مسئولین دانشگاه بهش تذکر میدن و میگن که مواظب باش و نزدیک نشو همون روز الا یک توییتی میذاره و میگه که من نمیخواستم که این کار رو بکنم اما راه دیگه ای نداشتم یه دو نقطه اسلش هم آخر نوشتش میذاره و ریچارد از همون دو نقطه اسلش این برداشت رو میکنه که نه الا داره ناز میکنه داره دروغ میگه خیلی ناراحت از اینکه گزارش من رو به مسئولین دانشگاه داده چیکار میکنه حالا که دیگه نمیتونسته بره به بار یا دم در کلاساش و محیط دانشگاهش به خاطر اون تهدیدی که دانشگاه کرده بوده که حق نداری بهش نزدیک بشی شروع میکنه باهاش تماس گرفتن براش نامه می نوشته نامه های عاشقانه می نوشته، شعر عاشقانه می گفته، زنگ می زده به محض اینکه جواب می داده، شروع می کرده شعر عاشقانه براش خوندن به محض اینکه جواب می موسیقی براش پخش می کرده مثلا یکی از های عاشقانه گروه بیتلز رو براش پخش می کرده مدام این کارا رو می کرده و ثانیه به ثانیه این آزاردهنده بوده برای الا به خاطر اینکه هیچ علاقه به این آدم نداشته یه مدتی فاصله میفته بین این پیام ها و زنگ زدن ها و مثلا درگیر بودن ها بعد از اینکه نرسیده بوده چک بکنه وقتی میره شبکه های اجتماعی الا رو چک بکنه میبینه الا پیام گذاشته که وقتی بهت میگم که نه منظورم اینه که برای من به جنگ یادتونه گفتم خودش درگیر یک رابطه عاطفی دیگری بود ولی این رو به نفع خودش برداشت میکنه و فکر میکنه که منظور الا اونه و گفته که برای من به جنگ دیگه پس باید بیشتر تلاش بکنه این رو در نظر داشته باشید که الا خبر نداشته که این آدم توییتر و اینستاگرامش رو دنبال میکنه با یک پیجی بوده که خیلی ناشناس بوده و همیشه رسد میکرده تمام فعالیت هاش رو همچنان با قدرت به فرستادن شعر عاشقانه و متن عاشقانه و اینها ادامه میده تا اینکه یک روز یک نامه میفرسته براش و توی این نامه نوشته بوده که من خیلی دوستت دارم و همیشه دارم تماشات میکنم خب تا اینجا الا نمیخواسته بره پیش پلیس فکر میکرده که خیلی کار منطقی نیست و حالا مثلا درست نیست و اینا وقتی که این نامه رو میگیره و اشاره شده بوده به اینکه من تماشات میکنم خیلی میترسه خب یک آدمی داشته اون رو نگاه میکرده دیگه مراجعه میکنه به پلیس و از پلیس کمک میخواد اما حقیقت اینه که پلیس خیلی کاری نمیتونسته براش بکنه میگه که این آدم سر راهت که نمیاد آسیبی که بهت نزده ما نمیتونیم برات کاری انجام بدیم ترس الا از ریچارد انقدر شدید شده بوده که هر وقت که اون رو میدیده پنیک میشده حمله های عصبی بهش دست میداده حالت هوا میگرفته تپش قلب میگرفته نمیتونسته صحبت بکنه و کلا این آدم با تعقیب کردنش و این عشق یک طرفه عجیبش زندگی الا را از بین برده بوده کم کم درس الا تموم میشه و قرار میشه که برگرده به شهر خودش این رو بگم که ب... کاری کرده بوده الا که این آدم حتی به بار هم نتونه نزدیک بشه و از محبته دانشگاهی بیرونش کرده بودن برمیگرده شهر خودش و دیگه خیالش راحت بوده که این آدم نمیتونه منو پیدا بکنه تا اکتبر 2013 اکتبر 2013 قرار بوده جشن فارغ و تحصیلی الا و ورودی هاش توی دانشگاه برگزار بشه الا بعد از مدت ها برمیگرده به دانشگاه و خب این زمان ریچارد هم خبردار شده بوده دیگه میاد و دقیقا یک صندلی میشینه روبروی علاوه و بهش نگاه میکنه یک مدتی گذشته بوده دیگه انقدر الا از این حرکت بدش میاد و انقدر شوکه میشه که پامشه جاشو عوض میکنه اونجاست که برای اولین بار توی زندگیش ریچارد با خودش فکر میکنه که نکنه من واقعا یک عاشق دلباخته نیستم نکنه که من یک استاکر یا تغییب کنندم و دارم زندگی این رو نابود میکنم اما خیلی با سرعت خودش رو قانع میکنه و میگه که نه من یه استاکر شریفم من دارم کارم رو بر اساس عشق انجام میدم پس هیچ ایرادی نداره هیچ مشکلی نداره حالا اگر تغییبش هم میکنم به خاطر اینه که عشقم رو بهش نشون بدم پیام ها و زنگ ها به اله ادامه داره همچنان باهاش تماس میگیره همچنان بهش پیام میده و الا خیلی سپرده به همه که حواستون باشه آدرس من رو به کسی ندید آدرسش خونه پدر و مادرش دیگه رفته اونجا و داره با اونها زندگی میکنه خیلی سپرده به همه که حواستون باشه آدرس من رو به کسی ندید اما از اونجایی که اساسا فضای شبکه های اجتماعی ناامنه و دسترسی به اطلاعات اصلا توی یک سطح دیگریه به راحتی ریچارد از طریق یک عکسی که مادرش گذاشته بوده و بعد یک فرمی که پر کرده بوده و پیگیری همه این نقطه های پازل میتونه شهر و بعد آدرس خونشون رو پیدا بکنه. برای ولنتاین یک نامه عاشقانه میفرسته برای الا توش عکسی از این سرزمین پریان بوده که خودش و اون شبیه پریها بودن و دوتا هم بچه داشتن خیلی ترسیده بوده الا این بار هم به پلیس اطلاع میده پلیس میگه که من کاری نمیتونم برات بکنم اما یک مامور خانوم میره و به ریچارد تذکر میده که حد خودت رو نگه دار اینجا ریچارد میگه که خب چیکار کنم چیکار نکنم بیام یک رمان بنویسم به اسم وورد روز و توی این رمان به ماجرای عشق خودم بپردازم در مورد عشقم صحبت بکنم و شروع میکنه از لحظه که شروع میکنه به نوشتن این رمان اساسا زندگیش عوض میشه کمتر میخوابیده کمتر غذا میخورده همش قمار میکرده برای اینکه پول به دست بیاره یه ذره پول به دست میآورده یه ذره دست میداده مدام در این برد و باخت بوده جایی نمیمونده ممکن بوده که روزها توی چادرش بخوابه توی یک جایی میرفته به کافه ها و بارهایی که وایفای داشتن اونجا وصل شده شروع کرده ادامه نوشتن متنش و رمان عاشقانه که داشته مینوشته یک رمان عاشقانه علمی تخیلی بوده که در فضای باستان روایت می شده و کتابش ماجرای عشق یک آقایی بوده به اسم الا تاندرا این رو بگم که فامیلی الا رو عوض کرده بوده برای اینکه حالا مثلا شخصیتش خیلی هم شخصیت واقعی نباشه برای اینکه بتونه هزینه هاش رو تعمین بکنه چند جا شروع به کار میکنه اما هر بار که وارد یک کاری میشه میومده بیرون یادتونه گفتم بیشتر از دو ماه اصلا توی هیچ محیط کاری نمیمونده وقتی که توی محیط کاری قرار میگیره اولین بار فکر میکنه که خیلی مثلا این محیط جدیده محیط خوبیه جایی بوده که هدیه میفروختن گیفت شاپ بوده هدیه میفروختن ولی دو روز بعد که رئیسش از مرخصی میاد متوجه میشه که اشتباه کرده رئیسش یک آدمی بوده که اصلا تعادل نداشته از یه طرف این میگفته که تو زمان کارت حق نداری جات رو ترک بکنی و از پشت پیشخون بری کنار از اون طرف میگفته که اگر یه وقتی مشتری اومد و چیزی تموم شده بود باید بری بیاری یک بارم که ریشارد رفته بود از توی انبار وسیله‌ای که تموم شده بود رو بیاره میاد رئیسه میبینه این نیست میره توی انبار شروع میکنه باش داد و بیداد کردن این عصبانی میشه سمتش پرس میکنه با هم دیگه دوام میکنن و در نهایت هم استفا میده و میاد بیرون شغل بعدی که پیدا میکنه به نسبت شغل خوبیه خاطر اینکه اون کسی که صاحب اون شرکت تاسیساتی بوده که این پیشش کار میکرده مسابقه هایی که این آدم شرکت کرده بوده رو به خاطر میآورده و یک احترام نسبی پیش این آدم داشته به خاطر همین کار رو اونجا شروع میکنه اما اونجا هم دوم نمیاره بعد از یک مدتی وسایلش رو جمع میکنه میره به جنوب انگلیس جای خواب خیلی مناسب و جای زندگی نداشته توی چادرش میگذرونده یک بار بهش حمله میشه میخواستن وسایلش رو بدزدن فرار میکنه کفشاش رو دزد میبره یه مدتی میره بلژیک بلژیک جایی بوده که مادرش اصالتا اهل اونجا بوده خیلی اطلاعات در مورد گذشته ریچارد کمه یک مدتی میره اونجا زندگی میکنه و همینطوری که داره سفر میکنه علاوه بر اینکه رمان اصلی رو مینویسه یک وبلاگ شخصی هم داشته ماجره های سفرش عشقش و این نوشتن رمانه رو هم توی اون وبلاگ می نوشته. کار رمان که تموم میشه شش هزار کلمه رمان داشته این رو میفرسته برای چند تا ناشر. بلا استثنا همه میگن که خب تو بعد هفتاد هزار تا بنویسی تا شامل با بررسی ما بشی و ما کتابت رو بفرستیم برای بررسی و این خیلی عصبانی میشه که مگه همینگوی و فیتزجرالد و نمیدونم چارلز دیکنز همشون هفتاد هزار تا می نوشتن خودش رو با اونها مقایسه کرد منم مثل اونا چرا به من اجبار کنید و وقتی که میبینه که نه خب ناشرا باهاش راه نمیان میگه اصلا خودم منتشرش میکنم یک سایتی بوده به اسم واتپد و توی این سایت آدم ها مثلا نسخه اولیه کتابی که نوشته بودن رو به اشتراک میذاشتن و این میبینه که خب خیلی فضای خوبیه فصل اول کتابش رو توی این سایت منتشر میکنه و آدم ها میتونستن بیان بخونن و نظر بدن خب یه سری از کتاب خوششون میاد اما یه سری ها اصلا حس خوبی به این کتاب نداشتن خیلی معتقد بودن که نویسنده اومده از یک عالم کلمبه قلم به سلمبو گنده گنده استفاده کرده بدون اینکه معنی درست اونها رو بدونه یک نفر براش کامنت میذاره که استفاده تو از کلمات مثل این میمونه که یک دانش آموزی بخواد معلم زبانش رو راضی بکنه صرفا کلمات رو استفاده کردی چون اونها رو میشناختی اما حتی کاربردشون رو هم نمیدونستی وقتی با این کامنتار رو روبرو میشه چیکار میکنه جواب میده که من 20 تا لغتنامه توی خونم دارم قطعا تعداد کلماتی که من میدونم بیشتر از توه چرا فکر کردی میتونی به من چیزی یاد بدی و دیگه از اینجا به بعد زندگیش داره به این میگذره که جواب کامنت ها رو بده تو این مدت الا تصمیم میگیره از انگلستان پاشه بره اسکاتلند پا میشه میره اسکاتلند 6 آگوست 2014 میرسه اسکاتلند 6 ماهی بوده که هیچ خبری از ریچارد نداشته و اینجوری بوده که خب بالاخره تموم شد وقتی که خیلی از این قضیه خوشحال بوده توی توییتر توی دایرکت یک نسخه ای از کتاب رو براش میفرسته لینک میفرستم میگه این کتاب من بخون بلا فاصله اونجا بلاکش میکنه اما دوباره ترس به جونش افتاده بوده قبلا توی انگلستان رفته بوده پیش پلیس اما نمیخواسته دیگه پیش پلیس اسکاتلند هم بره به خاطر اینکه هیچ فایده ای توی زندگیش نداشته میدونسته که پلیس کاری براش نمیکنه اما این زمان ریچارد از طریق اینستاگرام میفهمه که الا کجاست از طریق عکس هایی که گذاشته بوده پیداش میکنه در نهایت 26 آگوست تویت میزنه که دارم میرم اسکاتلند و واقعا همین کار رو میکنه سپتامبر 2014 میره به اسکاتلند و مغازه‌ای که الا خیلی نرمال داشته توش کار میکرده رو پیدا میکنه میشینه روی یک نیمکتی دم در مغازه الا الا که میاد بیرون این رو که میبینه اه با سرعت میاد سمت یک جای شلوغ شروع میکنه فریاد زدن شروع میکنه جیغ و داد کردن مردم میاد و میره خونش انقدر ترسیده بوده الا که دو روز نمیره سر کار و دقیقا تو همین دو روز همین آدم دم در نشسته بوده بعد از دو روز میبینه چاره ای نداره باید برگرده سر کار وقتی برمیگرده سر کار تو راه برگشت این آدم رو میبینه دوباره شروع میکنه جیغ و داد کردن این بار گوشیش رو در میاره ازش فیلم و عکس میگیره برای اینکه بتونه به پلیس نشون بده و دستش به جایی بند باشه این بار پلیس میخواسته به جرم ایجاد مزاحمت دستگیرش بکنه فرار میکنه به خاطر همین هم دیگه توی اسکاتلند نمیمونه فرار میکنه و برمیگرده به لندن حالا فکر میکنید قصدش چی بوده که پا شده بوده اومده بوده اسکاتلند برای که الا رو ببینه توی ذهنش فانتزی ذهنیش این شکلی بوده که خب من میرم سراغ الا الا رو میدزدم با همدیگه میریم توی جنگل یه مدتی با هم زندگی میکنیم وقتی همه نگرانمون شدن و دیگه امیدی نداشتن که برگردیم با هم دیگه بر میگردیم به همه میگیم که عاشق هم دیگه شدیم خیلی کتابم فروش میکنه نسخه سینمایی ازش میسازن اون هم فروش میکنه و خیلی میتره کنیم و موفق میشیم که البته ای توی نطفه خفه میشه به خاطر اینکه مجبور بوده که برگرده و بره لندن چون توی اسکاتلند دنبالش بوده. این زمان وضعیت کتابش هم خوب نبوده. خیلی ها به خاطر جوابهای تندی که میداده توی گودریتز، توی سایت گودریتز که این یه بخشی کتاب رو گذاشته بوده، خیلی جدی بهش حمله میکردن و اصلا بدون خوندن کتابش بهش یه ستاره میدادن یا خیلی نظرات تندی براش میذاشتن و این هم شروع کرده بوده برای همه جواب دادن یک دختر نوجوان مدرسه‌ای بوده که عاشق این بوده که کتاب بخونه و نظر بذاره برای کتاب ها برای اینکه بقیه هم بخونن و به کارشون بیاد اسم کاربریش پیج الیو بوده اما اسم اصلیش که توی حالا مثلا اسم واقعیش بوده پیج رالند بوده پیج یک دختر جوانی بوده که کتاب میخونده یه جای کار میکرده خیلی اجتماعی بوده عاشق موسیقی و هنر بوده و یکی از لذتهای زندگیش این بوده که بره و کتابها رو بخونه و نظر بذاره از قضا وقتی نظرات متفاوته این آدم رو هم میبینه میره کتاب کتابش رو میخونه مقدمه کتابش رو میخونه و شروع میکنه یک نظر تند گذاشتن اینطوری نظر میذاره برای کتاب ریچارد به طور خلاصه داستان ضعیف بود طراحی کاراکترها جوری بود که من از همون اول ازشون متنفر بودم این کتاب ارزش خوندن نداشت حتی اصول اولیه ی نویسندگی هم در کتاب رایت را نشده بود با خود نویسنده هم ارتباط برقرار نکردم اون مغرور و لجبازه و زحمت گرفتن یک ویراستار برای اثرش رو هم به خودش نداده و این نشون میده که احترامی برای مخاطبین قائل نیست انتظار خریدن نسخه کامل کتاب رو هم داره حتی اگر رایگان کتاب رو به من بدن حاضر نیستم که این کتاب رو بخونم خیلی نظر تندی بوده در پایان هم می نویسه که این نویسنده خیلی مشهوره به اینکه رفتارهای تندی با کسایی داره که نظر منفی در مورد کتابش میدن پس برای من دعا کنید خب پیج کجا زندگی میکرده؟ اسکاتلند. وقتی که این کامنت رو میذاره، این نظر رو میذاره، ریچارد دو هفته بوده که از اسکاتلند برگشته بوده به لندن بیلی قطار میگیره، راه میفته سمت اسکاتلند. پیج رالند 18 ساله توی یک مغازه 24 ساعته بزرگ کار میکرده که به نظر مغازه خوبی میومده به خاطر اینکه این امکان رو به دانشجوها میداده که ساعتی کار بکنن، شیفت ساعتی داشته باشن و حقوقش هم بد نبوده. خیلی هم اونجا همکاراش دوستش داشتن، همه چی براش اوکی بوده. یک روزی که سر کار بوده یعنی 3 اکتبر 2014 وقتی که داشته قفسه ها رو مرتب میکرده یهو توی فروشگاه یک صدای بلند شنیده میشه یک صدای فریاد و یک صدای دویدن وقتی که میرن جایی که پیش کار میکرده متوجه میشن که اثرش داره خون میاد شیشه خورده روی زمین ریخته و افتاده روی زمین اولین نگاه اینه که خب خورده به یک وسیله یا یک وسیله افتاده روی سرش اما متوجه میشن که چیزی که روی زمین افتاده یک بطری شراب سیب و اصلا اونجا همچین چیزی وجود نداشته توی اون قفسه ها یکی از کارمند ها میگه من یک مردی رو دیدم که اومد سر قفسه های شراب و به نظرم چیزی برداشت, چیزی برداشت و رفت جلو. خب الان میدونن که یک نفری اومده تو یک نفری که فکر میکنن یک آدم رندومیه و با شیشه زده تو سر پیج. اما خود پیج. پیج منتقل میشه به بیمارستان خیلی آسیب دیده توی ناحیه گردن صورتش بخیه خورده و بیهوشه. حالش هم حال خوبی نیست اما تونستن استیبلش بکنن نگاه میکنن دوربین های مدار بسته رو میبینن که بله یک مردیه که سر تا لباس ورزشی پوشیده از این ساپورت های کشی پوشیده روی ساپورت شلوارک پوشیده کتونی کول پشتی کلاه و اومده تو یک بطری برداشته مستقیم رفته سراغ پیج زده تو سر پیج و رفته بیون کم کم حال پیج بهتر میشه و برخلاف تصور ابتدایی که دکترها داشتن پیچ زنده میمونه بدون مشکلی در حافظش وقتی که به هوش میاد بهش این عکس رو نشون میدن و میگن که تو این رو میشناسین آدمیه که داشته از اینجا فرار میکرده و بلا فاصله میگه که آره این ریچارد من میشناسمش من براش کامنت گذاشتم یک همچین رفتاری کرد من میدونستم که آدم خطرناکیه مطمئنم که خودشه خب الان دیگه ماجرا حمله به یک نفره دیگه پس پلیس میفته دنبالش این مرد با قد متوسط لاغرنده موهای تیره حدوداً بیست خورده ای ساله تحت تعقیب پلیس قرار میگیره و در نهایت پلیس اون رو توی لندن دستگیر میکنه شما توجه کنید که ریچارد 500 مایل یعنی بالای 600 700 کیلومتر رو کوبیده بوده اومده بوده که یک بطری بزنه تو سر زنی که براش کامنت منفی گذاشته و بعد برگرده بره جایی که ازش اومده بود. رد موبایلش رو میزنن و این بار در نهایت به اتهام آزار و اذیت پیج و تعقیب الا دستگیرش میکنن وقتی که میارنش اداره پلیس ادعای بیگناهی میکنه و به واسطه ادعای بیگناهی براش وسیقه تعیین میشه و با اون وسیقه آزاد میشه میاد بیرون تا زمان دادگاهش برسه برای این مشکلی که پیدا کرده بوده حالا مثلا دادگاه باهاش روبرو بوده میفرستنش به شکل روان پزشک پزشک که شروع میکنه باش صحبت کردن انگار که مثلا تازه چشماش باز میشه که من تا این سالها چی کار میکردم چقدر زندگی بدی داشتم چقدر زندگی بیمارگونهی داشتم همزمان بعد از یک مدتی اسمش هم به عنوان مزنون پرونده پیج منتشر میشه و مردم اون وبلاگش رو پیدا میکنه و یک سیل عظیمی از احساس تنفر به این آدم رواج پیدا میکنه به خاطر اینکه این آدم یک نفر رو تعقیب می کرده، مدام بهش ابراز علاقه می کرده، آدرسش رو پیدا می کرده، بهش نامه می نوشته و تمام مدتی که این می گفته نه این دنبالش می رفته و همه کسایی که این مطالب رو می خوندن توی وبلاگش اینجوری بودن که آقا این خیلی چیز ترسناکیه، خیلی عجیبه که یک نفری چند سال یک نفر دیگه ای رو تعقیب بکنه براش مزاحمت درست بکنه فقط به خاطر اینکه فکر میکنه عاشقشه خب اون آدم چی اون که قرار نیست به زور عاشق تو بشه نوامبر 2015 دادگاهاش برگزار میشه و همون ابتدای دای گناهکاری میکنه میگه من تمام اتهامات رو قبول دارم به خاطر اعترافاتش بهش فقط سی ماه حبس میدن دقت کنید انقدر آسیب هایی که پیج دیده بوده زیاد بوده که مثلا یک طرف صورتش هشتا بخیه خورده بوده خیلی آسیب ها جدی بوده اما بهش سی ماه حبس میدن به همراه منع نامعین یا نامحدود استفاده از ابزار الکترونیکی یعنی اینکه وقتی که ما صلاح دیدیم بهت اجازه میدیم که لوازم الکترونیکی داشته باشی قبول میکنه میره دوره زندانش رو بگذرونه اما قبل از اینکه زندانش شروع بشه توی همون دورانی که هنوز آزادی مشروط بوده توی یک وبلاگش عذرخواهی میکنه بابت کارهایی که کرده بوده میگه هیچ وقت متوجه نبوده که کارهاش زشته باعث آزار دیگرانه و توی یک مطلبی عذرخواهی میکنه از پیج توی این مطلب نوشته بوده برای لیوی اسکاتلندی ایلیو گفتم که اسم کاربری پیج توی اون سایت گودریت بود که رفته بود کتاب رو خونده بود با این وجود زندگی پیج نابود شده دیگه خیلی ترس داره خیلی استراب داره سر کلاس صحبت نمیکنه دیگه نمیتونه با بقیه ارتباط برقرار بکنه از اون طرف اله هم وضعیت بدی داره توی این دوران به خاطر اینکه اون سالهای سال تعقیب شده و حالا نمیتونه اعتماد بکنه نمیتونه پشت سرش رو نگاه بکنه توی یکی از مصاحبه ها توی یکی از کنفرانس ها اعلام میگه که من تنها دلیل این استراب و پریشونی که سالها باهاش سرگردونم رو پلیس ها میدونم اونها اگر کمکم میکردن من اینقدر با ترس زندگی نمیکردم شما نمیدونید اینکه از خونتون بیاید بیرون و حس کنید که یه نفر همیشه همراهتونه یعنی چی اینکه هر وقت که برای شما یک نوتیفیکیشنی میاد یک پیامی روی گوشی میاد و باز میکنید از طرف آدمی باشه که ازش میترسید وقتی فرار میکنید خونتون رو پیدا میکنه میگه که شما نمیدونید اینها چقدر ترس وحشتناکی. اما نکته عجیب و دردناک این پرونده اینه که ریچارد از سی ماه حبسش فقط 15 ماهش رو توی زندان میمونه و زندان آزاد میشه و سال 2017 هم اجازه دسترسی به وسایل الکترونیکی پیدا میکنه همون 2017 یک وبلاگ جدیدی میسازه اسمش رو میذاره ریختن شراب در لیوان جدید به نظرم یکم دو پهلوه اما توی این وبلاگ جدید دیگه کاری با الا نداشته شروع میکنه راجع به تجربیات زندانش گفتن راجع به دیدن سریال دکستر گفتن راجع به دوستای صمیمی که توی فضای زندان پیدا کرده بوده میگه یکی از صمیمی ترین دوستان این آدم زمانی که توی زندان بوده یک متجاوزی بوده به اسم جورج کمرون ریچارد از اینکه آدمهای خلافکار رو دور خودش جمع بکنه لذت میبرده از اینکه با متجاوزین و آدمهایی که دوزهای سریالی ان جرم سنگینه در ارتباط باشه لذت می برده به نوعی همه زندگی دنبال این بوده که خودش رو بکنه توی چش عالم و آدم و حتی الانش هم یک راه حلی پیدا کرده بوده زمانی که این خبر رو من خوندم خیلی سال قبل بود سال 2017 بود و برام جالب بود یعنی در حقیقت توی فیسبوک خبرش منتشر شد که این آدم آزاد شده و پروندهش این شکلی بود همیشه یک جایی از ذهن من بود و دلم میخواست که برم سراغش به خاطر اینکه این آدم خطرناکه هیچ وقت واقعا بابت کاری که کرده درست حسابی مجازات نشده یک سال و سه ماه فقط توی زندان بوده در حالی که یک اقدامی داشته که منجر به آسیب جدی به پیج شده سالها زندگی الا رو نابود کرده اما هرگز بابتش مجازات نشده به نظرتون این آدم اونقدر خطرناک هست که بعدها ما یک پرونده خطرناکتر ازش بخونیم آدمی که ممکنه در آینده آدم روباهی یا قتل انجام بده خیلی دوست دارم نظر شما رو در مورد این پرونده بدونم اگر یک کوچولو من به نسبت به پرونده های دیگه بیحال بودم توی این ویدیو ببخشید یکم مده درد دارم خیلی سعی کردم که توی چهرم و روایتم نشونش ندم اما دمتون گرم که با ما همراه بودید لایک یادتون نره اگر نظری دارید برای ما کامنت بذارید و روزگارتون هم خوش